بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان شاگردان خوب صنف هشتم همراهان گرامی برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر به شکر خدا رسیدیم به دهمین ده جلسه از مضمون بیولوژی صنف هشتم امیدوار هستم که درس گذشته را به خوبی خوانده باشید خب شاگردای خوب ابتدا بریم و درس گذشته را یک ارزیابی و مروری داشته باشیم و بعد از اون ببینیم که انشاءالله ما و شما امروز چی چیزایی را یاد خواهیم گرفت خب شاگردای خوب به سوالات به خوبی دقت کنید سوال اول آیا سرخسها ها ریشه، ساقه و برگ دارد؟ خب ما و شما باید به خاطر بیاریم که سرخص ها جز نباتات وعایی بدون دانه بودن چون جز نباتات وعایی هستند پس اینها ریشه ساقه و برگ دارند سوال دوم سرخسها ها جزو کدام گروپ نباتات است که همالی گفتیم نباتات وعایی بدون دانه حتما کلمه بدون دانه در جواب سوالات شما باید نوشته شود چرا که اگر فقط نباتات وعایی بنویسید مشخص نمیشه که سرخس در یک گروه جداگانه هست و که بدون دانه هست اما ما نباتات وعایی که شامل نهاندانگان و بازدانگان هست اونا در گروه نباتات وعایی دانه دار هستند خب ریزوم چیست دو تا اصطلاح را یاد گرفتید یکی ریزوید و یکی ریزوم ریزوید در کجا بود آفرین به شاگردایی که درس خوب خواندن ریزوید یا ریشنما جزی از ساختار خزه ها بود که خزه ها هم نباتات غیر اما ریزوم همو ساقه زیر زمینی در سرخس ها است سوال بعدی آیا سرخس ها دانه تولید می باید اینجا چی جواب بدیم؟ بگیم بله یا خیر؟ آفرین به شاگردایی که میگه جواب ما خیر هست چون سرخس ها دانه تولید نمی کنند چون اصلا جزوی از نباتات وعایی بدون دانه هستند سوال بعد چند نوع نبات وعایی بدون تخم نام ببرید بدون تخم همو بدون دانه بود سرخسها، ها دومسپان و کلب موسس اینا سه گروه از نباتاتی هستند که وعایی بدون دانه بودند سوال بعد منشأ از های امروزی اغلب از کدام گروه نباتات است میشه نباتات وعایی بدون دانه خب شاگردای خوب ما و شما در مبحث تقسیم بندی نباتات یک قدم پیشتر میریم و از نباتات وعایی بدون دانه میریم به نباتات وعایی داندار یا نباتات وعایی تخمدار حالا ابتدا بخوانیم ببینیم چه ویژگی هایی را داره و چه گروه از نباتات شامل از این نباتات خواهد بود خب نباتات تخمدار پس نباتات تخمدار و نباتات داندار هر دو به یک معنی هست این نباتات به وسیله دانه تکثیر میشه چون اینا دانه داره دیگه پس دانه تولید میکنن از طرفی چون اینا نباتات وعایی هستن پس ریشه برگ و ساقه حقیقی هم دارن این دو تصویر را که دو عکس و تصویری را که من در اینجا آوردم هر دو جز نباتات تخمدار است خب دانه آنها شامل امبریو یا امبریو هر دو به معنای جنین هست که داخل یک پوششی قرار داره ببینید این شاگردهای خوب دقت کنید ما دانه سب دانه شفتالو دیگر دانه ناک میوه دا های دانهدار که مصرف میکنیم میبینیم دانه آنها در دا مابین از اون میوه پنهان شده این دانه یک پوشش سختی داره به خاطر ازی که اگر در محیط شا بیرون و در یک شرایط نامساعد قرار بگیره ای از او جنین یا امبریوی داخل خودش محافظت بتونه خب این پوسته سخت و محکم این نباتاتی مثل شفتالو مثل زردالو اونقدر سخت و محکم هست که ما شما به راحتی او رو شکسته نمیتونیم و زمانی که ما بخوایم مغزی از این دانه را استفاده کنیم این باید حتما پوسته سخت بشکنیم تا او دانه داخل از او یا مغزی از او خارج شود او پوشش داخلش و پوشش بیرونی برای محافظت و نگهداری جنین داخل هست که اگر یک زمانی ما دانه این نبات بخوایم به زیر خاک بیکاریم بهتر ابتدا او را چند روزی به داخل آب قرار بدیم تا پوشش سخت از او قدری سستر شود تا جوانه به راحتی خارج شود بعد به داخل خاک قرار بدیم یا اگر داخل خاک گذاشتیم باید امو ابتدا آب زیادی رو بزو بدیم تا پوشش خارجی دانه سوس شود خب نباتات تخمدار به دو گروه ظاهر البذر یا بازدانگان و مخفی البذر یا نهان دانگان تقسیم میشن خب این هم در صنف هفت شما یک اشاره ای را به ای داشتید و حتما به خاطر دارید که ظاهر البذر ها یا بازدانگان اونایی بودن که میوه ندارن و مخفی البذر یا نهان دانگان اونایی بودن که میوه داشتن و دانه در داخل میوه اونا پنهان بود خب ابتدا ما و شما نباتات ظاهر البذر را می خانیم. یک نام دیگه ای را امروز یاد میگیریم که ظاهر البذر ها به نام جمنسپرم هم یاد می شه. خب این دو کلمه در واقع از کلمه ما از دو بخش تشکیل شده به نام یکی جمنو به معنای برهنه و یکی اسپرم به معنای دانه هست یعنی نباتاتی که دانه آنها برهنه هستند یعنی در دا داخل میوه پنهان نیستند چون اینا اصلا میوه ندارن که دانه دا داخل میوه پنهان شود اندام تولید مثلی آنها مخروط نام دارد یک ساختارها یا بخش هایی را به نام مخروط دارند که حالا بیشتر با اینا آشنا میشیم این مخروط ها دارای یک بخشهایی به نام پولک یا فلس است که در واقع محل قرارگیری دانه هست با نوع مخروط ها و شکل از اونها هم در اسلاید بعدی آشنا میشیم این درختانی ای را که شما در تصویر میبینین که بسیار بلند و, قد بسیار درازی داره و رنگ همیشه سبز رو به خودش میگیره اینا جز گروه نباتات ظاهر هستن ها برگ برگی از اینا سوزنی شکله یعنی ای درختان برگ های سوزنی دارن بعضی از درختان مانند درختان توت و درخت انگور اینا برگای پهن ندارن مانند کف دست ما هست اما درختانی مثل درخت کاج، سرف، سنوبر که جز ظاهر البعض ها هستن درخت برگ از اینا به خاطر از که در محیط گرم و بیابان ها اینا بیشتر رشد میکنه و باید آب به خودشان بگیره پس از حالت پهن بودن به حالت سوزنی بودن و یا به حالت لایه بودن در می آیا. خب این نباتات همیشه سبزن اینا به عنوان درختان یا نباتات همیشه سبز هم یاد میشن اما همینجا یک نکته جالب ما بر شما بگم شاگردای خوب که آیا اینا برگ ریزان نداره؟ چرا؟ این نباتات ظاهر البزر هم برگ اونا می ریزه منتها یک فرقی با نباتات یا درختان نهاندانگان داره به این خاطر که درختان میوه یا درختانی که جز نهاندانگان هستند همه ای از اینا در فصل خزان برگهایشان یک دفعه در یک فصل میریزن ما در فصل بهار برگ ریزی رو در اونا نمیبینیم اما نباتات همیشه سبز یا ظاهر البذرها در تمام طول سال یعنی در چهار فصل سال دانه دانه برگهای اونا می‌ریزه و برگ دیگه به جای از اونا سبز میشه چون دانه دانه میریزه ما اونا را همیشه سبز میبینیم به هر اتصال هر شاخه از این نبات که دقت کنیم ببینیم بی از نزدیک میبینیم یک نباتات خشکی را یک شاخه های یا برگ های خشکی را هم داره که در دا ما مابین سبز ها دیده میشه چون دانه دانه میریزه ما متوجه اونا نمیشیم یا در پای پایین امی پای امی درخت هم برگ های خشک شده را به صورت سوزن های خشکیده می بینیم چون همیشه در همین دوازده ماه سال این برگ ها کم کم می ریزه ما اینها را به عنوان همیشه سبز می خونیم و در فکر می کنیم اینا برگ ریزی ندارن اما امروز فهمیدیم که اینا هم برگ ریزی اما یک فصل مخصوص نیست خب بزرگترین این گروه مخروطیان هست ما گفتیم این نباتات یک اندام تولید مثلی به نام مخروط داره و همین خاطر به اینها مخروطیان هم میگن پس دقت کنید چقدر نام زیاد داره ظاهر البذرها بازدانگان جمنسپرم و مخروطیان خب حالا در اسلاید بعدی ما این برگ های سوزنی را از نزدیک برای شما نشان میدیم این مخروطیان در تمام نقاط جهان مخصوصا نواهی سرد و معتدل بهتر رشد میکنه مقاوم هست چون نباتات نسبت به گرما و سرما هر دو ممکن است ضعیف هسته و واکنش نشان بده هر نباتی در هر منطقه جغرافیایی رشد نمیکنه این نباتات این مخروطیان با توجه به ویژگی هایی که داره بیشتر در مناطق سرد و معتدل دیده میشه برگ های سوزنی آنها لایه کیوتیکل داره شما در صنف هفت با لایه کیوتیکل آشنا شدید در خارجی ترین بخش ای برگ ها چه به صورت سوزنی شکل باشه و چه پهن باشه یک لایه مومانندی را میبینیم به نام لایه کیوتیکل که هم از ورود میکروب و عوامل بیماریزا به نبات جلوگیری میکنه و هم از دست دادن آب زیاد خب در افغانستان بیشتر در صنایع چوب پوشش خانه و سوخت از مخروطیان استفاده میشه به دلیل از اینکه نباتات میوهدار بیشتر در صنعت باغداری و تولید میوه مورد استفاده قرار میگیره و از این نباتاتی که میوه تولید نمیشه بیشتر در چوب در صنایع چوب در تهیه انواری ها کمودها و صنایع چوب یا در پوشش خانه ها حتی بسیاری از خانه ها در سقف خانه از تنه همین درختان مخروطیان تنه چوبی از اونا استفاده میشه در پوشاندن سقف خانه ها خب مخروطیان اعضای جنسی اونا یک نام دیگه قوزه هم دارند که این قوزه ها یا مذکر هستند و یا معنس هستند درختان کاج، سروها و درختان سنوبر جزء نباتات مخروطیان یاد میشه خب از جمله مثالی که برای مخروطیان ما او را بیشتر میخوانیم درخت کاج هست ساقه استوانه ای و برگ سوزنی دارن قد بسیار بلندی هم دارن تنه اینا استوانه ای شکل و برگ های سوزنی را داره گاهی وقتا ما برای که شاگردها فراموش نکنه میگیم اگر همین درخت کاج ها ما به یک شکل هندیسی تشبیه کنیم به صورت یک مثلث هست که نوکش بالا و بلند میره و در پایین یا قاعده از این مثلث شاخه ها و برگ های بیشتری را میبینیم خب به دلیل وجود کیوتیکول آب را در خود حفظ میکنه یعنی اگر ما و شما در منازل خود درخت کاج داریم نیاز نیست که هر روز یا هر هفته آب بدیم بلکه هر ده روز هر دو هفته حتی سه هفته یک بار هم نباتات آب بدیم برای از اینا کفایت میکنه اما این درختان کاج ما و شما تکسر جنسی هم داره ما گفتیم که اندام تولید مثلی اینا مخروط نام میشه مخروط نامیده میشه در تصویر شما با مخروط ماده آشنا میشین که به صورت یک ساختار چوبی مانند هست و دارای فلس یا پولک هست که زمانی که دانه اینا آزاد میشه این فلس ها یا پولک ها از یکدیگر فاصله پیدا میکنه به عبارت مخروط باز میشه خب از این مخروط ها حتما شما اینو مخروط بر روی درختان کاج زیاد دیدین در بازی اطفال هم از این مخروط ها استفاده میکنند در تزیناتی که بعضی از خانم ها در منازل برای تزین کردن خانه ها و منازل خودشان هم از این مخروط های ماده استفاده میشن خب مخروط ها در یک درخت کاش در شاخه های متفاوت است ای به این معنی است که مخروط ماده و مخروط مذکر هر دو بر روی یک شاخه نیست بر شاخه های متعدد یک درخت قرار دارند مخروط مؤنث به صورت اتصال انفرادی داره یعنی یک مخروط مستقل به شاخه می چسبه درست ما در یک شاخه ممکنه تعداد حتی ده دانه مخروط داشته باشیم اما هر کدام از این مخروط مستقل به شاخه چسبیده و مخصوصا در شاخه های جوان یعنی در درختان کاج بیشتر در شاخه های بالا در نوک درخت مخروط ها رو بیشتر اونجا میبینیم خب مخروط معنیس دارای اجزای کوچک تخمه هست که درون آن گامت معنیس که یا حجره تخمی تشکیل میشه پس در داخل مخروط های ماده اجزای کوچکتری به نام تخمه داریم که دیگه یه اجزا با چشم دیده نمیشن در ساختار داخل مخروط ها هستن که درون اونا گامت مهنس یا سلول یا حجره جنسی مهنس که به نام حجره تخمی یاد میشه اونجا تشکیل میشه اما مخروط مذکر به چه شکل هست؟ مخروط مذکر رو در تصویر میبینین کوچک زرد و در نوک شاخه های جوان قرار داره و دانه گرده تولید میکنه خب دقت کنید شاگردای خوب که گامت مذکر اینجا دانه گرده نام دارد و گامت مؤنث در اسلاید قبلی گفتیم حجره تخمی نامیده می میشه اینا را خوب دقت کنید که در سوالات صحیح و غلط بتونید خوب تشخیص بدین خب درون دانه گرده گامت مذکر تولید میشه یعنی محل تجمع گامت مذکر دانه های گرده هست محل تجمع گامت های مهنس عضوی به نام تخمه بود که در دا داخل مخروط های چوبی ماده قرار داشت بعد از قرار گرفتن دانه گرده در مجاورت مخروط مهنس لقاه صورت میگیرد و دانه درون مخروط معنیس تشکیل میشه خب باد که میوزه یا در واقع عوامل محیطی باعث تکان دادن شاخه های درخت میشه دانه گرده از مخروط مذکر آزاد میشه و خود به مخروط معنیس میرسانه و فرایند لقاه شکل میگیره و در درون مخروط معنیس دانه این میوه ای دان ببخش دانه ببخشید دانه این نبات یعنی دانه مخروطیان تشکیل میشه این دانه در محیط مناسب اگر قرار بگیره در خاک مناسب با, با املاح و منرال های کافی شروع میکنه به رشد کردن و یک گیاه جدیدی را به وجود میاره خب شاگردای خوب امروز ما نباتات مخروطیان یا بازدانگان خواندیم با نام های دیگه اونا آشنا شدیم بخشای مختلفش یاد گرفتیم مثالایشان هم حتما حتما به خاطر بسپرید که درخت کاج درخت سرو و درخت سنوبر جز این نباتات هست فراموش نکنید بچه ها که این نباتات در هیچ جایی گل نمیده یعنی ما و شما هیچ درخت کاجی را ندیدیم که در نزدیکی فصل بهار گل بدن. خب اینا جز نباتات گلدار نیستن چون میوه تولید نمیکنن ما انشالله در جلسات بعدی که نباتات گلدار را بخوانیم میبینیم که گلها تبدیل به میوه میشن و هم فراموش نکنین که مخروطیان یا ای نباتات ظاهر البذرها درسته که همیشه سبز هستن اما اینها هم برگریزی را دارن اما در یک زمان و فصل مشخصی نیست خب شاگردای خوب درس ما و شما امروز در اینجا به پایان میرسه تا جلسه بعدی درستان را به خوبی بخوانید. همه شما عزیزان به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدایا رو نگهدار شما